همراه هستیم با علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن همراه ما هستن. خیلی خوشحالم ببینمتون آقای نوری‌زاده. کاری که ایران داره در عراق انجام میده رو قبلا حداقل تو لبنان با موفقیت امتحان کرده، ایجاد گروه‌های نیابتی، بعدش تقویت اونها با پول و سلاح و امتیازات مختلف، بعدش هم این گروه‌ها میشن یه دولت توی قلب دولت اصلی. عراق چطور میتونه جلوی تکرار این تجربه رو بگیره؟ با درود به شما، به بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، وضع عراق و لبنان متفاوته. ببینید، در لبنان به خاطر وجود اسرائیل، اشغال جنوب لبنان، حزب الله یه مشروعیتی پیدا کرد که به مرور البته این مشروعیت با پول جمهوری اسلامی یه نوع دیگری شد و اینا تونستن سلطه خود رو برقرار کنن. نیروهای دیگه مطابق عهدنامه طائف تمام نیروهای مسلح خود رو منحل کردن یا زمینه ارتش لبنان شد. بنابراین در میدان یک کتاز شد حزب الله، عربده کشید و تفنگ بالا برد و کسی یارای مقابله باش نداشت. و تجربه ایم که حزب الله بعد از جنگ با اسرائیل به دست آورد، به هر حال براش نوعی مشروعیت عربی هم ایجاد کرد. حالا به مرور این مشروعیت متزلزل شد. در عراق هشت شعبی به عنوان یک نیروی میلیشیای شیعه داوطلب برای مقابله با داعش تأسیس شد. و امروز مسئله داعش مطرح نیست. مسئله جمهوری اسلامی است که میخواد در عراق حضور خود رو تثبیت کنه. آقای شمخانی رفت عراق، یه قرارداد امنیتی بست. موضوع هشت شعبی و تشکیل قرارگاه خاتم الانبیای عراقی جزء گفتگوهاش نبود. قبلا هم معاون ستاد کل، معاون تیمسار باقری به عراق رفت. بنابراین به نظر میسه ما ورای کانالهای رسمی از طریق کانال اطلاعات سپاه اینا یک توافقنامه‌ای انجام دادن. آقای سودانی هم به خاطر اینکه شر اینا رو کم بکنه، هر روز یه مصیبتی نداشته باشه، بهشون امتیاز داده. ولی عراق هم دور گفتم با لبنان خیلی فرق می‌کنه. در عراق منطقه خودمختاری قدرتمندی وجود داره که به هیچ وجه اون راه نمیدن هشت شعبی به اونجا ورود کنه. همینطور گروه‌های سنی هستن. تنوع مذاهب و اقلیت‌ها در عراق مجالی به هشت شعبی نمیده. در این حال آقای سیستانی که خالق هشت شعبی بوده، خودش با عمل کرده هشت شعبی مخالف. خیلی ممنونم آقای نوری‌زاده که در برنامه امروز همراه ما و بینندگان بود.